نشست علمی روزانه ای آیت الله سی صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه دهم جمادی و ثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با لزوم هدایت و ارشاد افراد ناآگاه و جاهل فرمودند هدایت و, ار و ارشاد افراد ناآگاه و جاهل واجب کفایی بر همه مؤمنان است و هر کس به اندازه توان و استطاعت خود لازم است در این زمینه تلاش کند. معظم الله در ادامه فرمودند انسان لازم است در این زمینه برای هدایت این گونه افراد تمام تلاش خود را به کار بندند و قطعا در این صورت به تدریج تلاش های انسان مؤثر واقع شده و موجب هدایت آن افراد می گردند. لذا رها کردن و واگذاشتن این افراد به حال خود امر مطلوبی نیست. ایشان همچنین تاکید فرمودند هدایت انسان های ناآگاه واجب کفایی است و چگونگی هدایت آنان نیز بستگی به شرایط ایشان دارد. گاه لازم است این اقدام به سرعت صورت پذیرد و بعضا لازم است که به آرامی و با تدریج و صبر و حوصله نسبت به هدایت آنان اقدام گردد آیت الله شیرازی با اشاره به لزوم صبر بردباری و حوصله داشتن در هدایت انسانها فرمودند انسانها در هدایت با یکدیگر مساوی نیستند اما برای ما لازم است که برای هدایت آنان تمام تلاش خود را انجام دهیم چرا که برخی از افراد به سرعت هدایت می شوند اما برخی از افراد به کندی موجبات هدایت آنان فراهم می گردد لذا از هدایت انسانها ناامید و معیوس نشوید چرا که غالب انسانها هدایت می شوند برخی از آنان امروز و بعضی دیگر یک سال آینده و ممکن است برخی از پس از دو سال یا حتی بیشتر هدایت شوند همان گونه که به همین صورت برخی از مردم توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله علی هدایت شدند با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم رسول الله صلی الله علیه و آله علی، اول ما بشر بالاسلام للمشركون رموه بالحجارة وأدموا جسم رسول الله صلى الله عليه وآله نفس هؤلاء بعض من المشركين آمن ذاك الوقت أما بعضهم بعد سنة آمن بعضهم بعد سنتين بعضهم بعد عشرين سنة أكثر من عشرين سنة في فتح مكة وبعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شهر بود استحقاق و جواز لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام شرح آیات چهل سوره اعراف و پنجاه سوره آل عمران و پنج سه سوره زمر نحوه تقسیم ارث بین ورسه فرق تبدیل و تحویل در آیات قرآن سواب زیارت امام رضا علیه السلام و سایر معصومین علیه السلام با پای پیاده و چگونگی ظهور حضرت حجت الله تعالی فرجا شریف از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیتول علوز مشیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید